سومین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون. تجمع داوطلبان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس ارتجاع. استیون منوچین: سوئیفت شامل تحریم‌ها خواهد بود. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. رانندگان کامیون امروز شنبه سومین روز اعتصاب خود را برگزار کردند. امروز 12 آبان 1397 جاده لرستان به خرم‌آباد یه ماشین سنگین هم داخل جاده نیست. درود بر شرف تمام کامیونداران. اعتصاب کامیونداران طی 2 روز گذشته در 35 شهر از 18 استان گسترش یافته است. امروز 12/8/97 اعتصاب کمپریسیدار شهر ایرانشهر برای همدردی با همکاران. مریم رجوی عموم جوانان را به پشتیبانی مادی و معنوی و مراجع بین المللی و اتحادیه‌های رانندگان و کارگران را به حمایت از اعتصاب رانندگان زحمتکش فراخواند. جمعی از داوطلبان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد در تهران که نسبت به وضعیت خود معترض هستند، روز شنبه همزمان در ساختمان مرکزی این دانشگاه و مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. جوانان بهبهانی روز جمعه در محل نمایش جمعه این شهر در اعتراض به استخدام نکردن آنها در پالایشگاه بیت بلند تجمع کردند. جمعی از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی پالایشگاه بیت بلند بهبهان برای چندمین هفته متوالی با تجمع در حاشیه نمایش جمعه این شهرستان خواستار پاسخگویی کارگزاران رژیم در این پالایشگاه شدند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در کنفرانس خبری خود درباره پاسخ به سوالی درباره تحریم‌ها علیه رژیم ایران گفت اطلاعاتی وجود داشت مبنی بر این که سوئیفت شامل تحریم‌ها نخواهد بود. این درست نیست. سوئیفت شامل تحریم‌ها خواهد بود و من فقط به این توضیح اضافه می‌کنم که هر کس آن نقل و انتقالات مالی را تسهیل کند مشمول تحریم خواهد شد و به لیست اضافه خواهد شد. دونالد ترامپ روز شنبه طی سخنانی در ویرجینیای غربی گفت I withdrew the United States from the horrible one-sided Iran nuclear deal and just today we reimposed all sanctions that were lifted under that horrible deal. Just today. من آمریکا را از توافق وحشتناک و یک جانبه اتمی با رژیم ایران بیرون کشیدم. روز گذشته ما تمامی تحریم‌هایی را که تحت آن توافق وحشتناک برداشته شده بود مجدداً اعمال کردیم. ما دیروز شدیدترین تحریم‌ها علیه رژیم فاسد ایران را به مورد اجرا گذاشتیم. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته نیز گفته بود رژیم ایران با این تحریم‌ها ضربه بزرگی دریافت می‌کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با هیل ارگان رسمی کنگره آمریکا گفت اعمال مجدد تحریم‌ها علیه رژیم ایران بیشترین مجازاتی است که این رژیم تا به حال با آن روبرو بوده است. تحریم‌هایی که مجدداً اعمال می‌شود به دنبال تعهدی بود که رئیس جمهور داده بود. به کار با متحدین خود در سراسر منطقه ادامه می‌دهیم. ما روشن ساختیم اعمال شرورانه رژیم ایران در سراسر منطقه و جهان دیگر تحمل نخواهد شد. سرعت طوفان در زابل به 112 کیلومتر بر ساعت رسید و غلظت گرد و غبار در این شهر را به 42 برابر حد مجاز رساند. این طوفان دید افقی در محدوده فرودگاه زابل را به 400 متر کاهش داد. تردد در برخی محورهای منتهی به 5 شهرستان شمال استان سیستان و بلوچستان را با کندی همراه کرده است. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.